انتخابات در ایران از این به بعد خصوصا اسفند ماه 1402 یک تفاوت اساسی با انتخابات های قبلی دارد و آن این است: این بار رقابت بین نامزدها و نامردها نیست، بلکه رقابت بین مردم است. بین مردم، انتخابات بین باشعورترین و بیشعورترین مردم. نتیجه یا آمار شرکت کننده ها دقیقا مشخص می کند که چند درصد احمق هنوز در مملکت داریم که با وجود اختلاس های چند هزار میلیاردی نوکیسگان، خوردن زمین و کوه و بیابان و جنگل و دریا و معدن توسط سردمداران سیری ناپذیر، تورم و سرکوب اعتراضات و کشتار بیمهابای چند هزار نفر در طی همین امسال و هزاران کسافتکاری و خیانت و تحمیل و تزریق فقر و فلاکت و فساد به جامعه و ظلم و بیعدالتی، باز هم مهر تأییدی در شناسنامه خود بزنند و تأیید کنند که ما هنوز احمق هستیم. رفراندوم فقط این نیست که برای رأی آری یا نه برویم. رأی ندادن خودش بهترین رفراندوم است. و اینکه به مسئولان بی‌مسئولیت اعلام کنیم که دیگر احمق نمی‌شویم و حماقت نخواهیم کرد. بله هموطن گرامی، نگذار فردا ما را افراد بی‌شعور و نفهم بپندارند و به ریش و ریشه ما بخندند. نگذاریم فردا فرزندانمان ما را لعنت کنند، همان گونه که ما نسل 57 را لعنت می‌کنیم. جواب فرزندانمان در مقابل این سوال که چرا با وجود این همه فساد و تحمیل و زور و سرکوب و کشتار جوانان میهن باز هم پای صندوق رأی رفتید چیست؟ رأی ندادن بهترین اعتراض است و انتشار این محتوای مهم بهترین راهکار. هموطن، شرفت را پای صندوق قربانی نکن. پنجشنبه 19 بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر است با 8 ماه فوریه 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان پهناور هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه‌ترین درودهای من رو از برنامه گلگشت بپذیرید. امروز بعد از مدت ها فرصت دست داده که در محضر استاد گرامی و شخصیتی که معرف حضور همه شما هستند، آقای دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس، فعال سیاسی و مدنی باشیم و از نظرات ایشون بهره‌مند بشیم. بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدار ایشون و گفتگو رو با ایشون شروع میکنیم. مسئله انتخابات پیش رو و در کلیپی که در آغاز برنامه دیدید، هموطنان جوانی که دارن مبارزه میکنن و دارن به اون عده از افرادی که هنوز واقعا این از جمهوری اسلامی حمایت میکنند، وظیفه تک تک ماست که با کوشش در این زمینه موجب بشیم که این بار این انتخابات مهندسی شده ای رو که سالیان سال مشاهدش بودیم و در انتخابات گذشته هم تعداد بسیار معدودی رفتن و رأی دادن و این افرادی رو که نه سواد دارن نه شعور دارن و نه دلسوز مملکت هستند انتخاب بکنن به زعم خودشون، و میبینیم که این گروهی که دارن به مملکت ما در واقع حکومت میکنند، مشتی راهزن، مشتی متجاوز، مشتی دروغگو، مشتی قاتل و کسانی هستند که فقط با سرکوب، با حربه چماق و
کشتار و کور کردن فرزندان جوان ما، اعدام پیاپی فرزندان برومندی که واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره، دارن این جنایت‌های خودشون رو ادامه میدن و مردم ما در واقع به نوعی بی پناه موندن و معلوم نیست این شرایط تا کی ادامه پیدا بکنه و متاسفانه منافعی رو که کشورهای اروپایی دارن و روشی رو که حکومت کنونی امریکا آقای جو بایدن پیش گرفته، که امیدواریم به حرفایی که زده عمل بکنه و فقط از مرحله حرف تجاوز نکنه، بلکه شر این نمیدونم چی بگم، این افرادی که از انسانیت بوی نبردن از سر مملکت ما و مردم مملکت ما کنده بشه. تورم در ایران بیداد میکنه، قیمت ارزهای خارجی به آسمان رسیده و مردم حتی برای آوردن یک لقمه نان بر سر سفره‌شون دچار گرفتاری هستند. در زمینه آنچه که در امریکا من مجری این برنامه و شما شنونده‌ای که در امریکا هستید یا در اروپا هستید، سیاستی رو که میبینیم و راههایی رو که سیاستمداران دارن میرن و اختلافات فاحشی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داره، با کارشکنی هایی که آقای ترامپ انجام داده در طول این مدت و با بیش از 91 جرم تثبیت شده و مستدل با مدارک محکم و محکم پسند، هنوز داره به این سیاست تفرقه انداختن خودش ادامه میده و در همین امروز که من با شما دارم صحبت میکنم، دادگاه عالی داره رسیدگی میکنه، دیوان عالی امریکا، به در واقع اقدامی که نظر دادن در مورد اقدامی که ایالت کلرادو انجام داده و با استناد به ماده متمم 14 قانون اساسی امریکا و یکی از شاخه های اون دلایلی رو ارائه داده که اجازه نده آقای ترامپ در ایالت کلرادو فعالیت انتخاباتی بکنه، و اگر دادگاه این رو قبول بکنه که ایالت کلرادو چنین حقی رو داره، چند ایالت دیگه هم صف بستن که تبعیت بکنن از کلرادو. من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم، ترجیح همین است که صحبتم رو با آقای دکتر کاظم علمداری در میون بگذارم و از ایشون کمک بگیریم برای شناخت بیشتر آنچه که داره در مملکتمون میگذره و آنچه که در امریکا و اروپا داره میگذره و اقداماتی که اتحادیه اروپا و امریکا دارن انجام میدن و مسئله گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که همه جا جز کارهای تروریستی و آشوبگری وظیفه دیگری ندارند. سلام میکنم خدمت جناب دکتر کاظم علمداری و سپاسگزار شرکتشون در برنامه هستم و بی‌نهایت خوشحالم از اینکه کسالتی که یکی دو هفته اذیتشون کرد برطرف شده و در نهایت سلامت هستم. خیلی ممنون آقای جوزی، سلام میکنم به شما و بینندگان تلویزیون. بله، من دو هفته درگیر سرماخوردگی شدید بودم، بعد از سالها که گرفتار سرماخوردگی نشده بودم. انقدر این شدید بود که فکر میکردم نکنه کووید گرفتم، به همین دلیل تست کوویدم گرفتم و دو هفته بالاخره طول کشید. الان در خدمتتون هستم، سلامتی رو پس گرفتم خوشبختانه. خوشحالم از این بابت آقای دکتر.
خواهش میکنم. آقای دکتر، سوالم رو از مسائلی که در ایران داره میگذره و علارغم حملاتی که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شده در جای جای منطقه، هنوز شاهد حملات حوثی‌ها هستیم به کشتی‌هایی که یکی از مهمترین آبراه‌های دنیا رو در واقع تهدید می‌کنند و در نتیجه در آینده خیلی نزدیک شاهد بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاها خواهیم بود و علارغم تمام این حملات معلوم نیست که جمهوری اسلامی تا چه حد و چند هزار موشک و پهپاد در اختیار این افرادی که پابرهنه هستند و نان شب خودشون رو ندارند استفاده از اونها این کارهای تروریستی خودش رو ادامه بده. بله، این فاجعه‌ای که در منطقه در غزه و اسرائیل رخ داد یک آزمون بزرگی هم برای ادعاهای بی‌پایه جمهوری اسلامی بود. خب میدونم، همه ایرانی هم میدونند که سالیان دراز جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هزینه کرده برای آموزش و مسلح کردن نیروهای نیابتی خودش در غزه، در لبنان، یمن، در عراق، و سیاست خارجیش رو بر این اساس استوار کرده بوده که کشورهای همسایه رو با ایجاد بی‌ثباتی در درون این کشورها تابع سیاست خودش بکنه. البته اضافه بکنم که میلیاردها دلار دیگه هم به دولت سوریه داد برای حفظ و بقای دیکتاتور خونریزی که عامل قتل عام چند صد هزار نفر و آوارگی چندین میلیون نفر شد. این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد نشون داد جمهوری اسلامی به رغم ادعاهاش هیچ عملی نتونست انجام بده که از این نیروهای، حتی از این نیروهای نیابتیش دفاع بکنه، تا برسد به این که در مقابل اسرائیل که مدعی بود اون رو میخواد نابود بکنه، از نقشه روی زمین حذف بکنه، اقدامی انجام بده و برعکس عقب نشینی کرد، خیلی واضح عقب نشینی کرده و جز این که اسلحه یا مهماتی که موشکهایی که در اختیار همین گروه های نیابتی گذاشته به کشتی های تجارتی شلیک بکنن یا به طور کورکورانه این بر یا اون طرف در اسرائیل پرتاب بکنن. بین آخرم یکی از پایگاه آمریکا که در تلافی که آمریکا کرد، تلافی به نظر میاد باز هم ادامه داره، چندین رهبر همین گروه های تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی رو حذف کرده. بنابراین این سیاست جمهوری اسلامی سیاست شکست خورده است و به رغم این که بارها سالها ادعا می کرد که ما این نیروها رو در خارج از ایران برای مقابله با داعش تربیت کردیم، نگه می‌داریم و پولای هنگفتی که مشخص نیست چقدر هست و مردم ایران نمی‌دونن و از کدام ردیف بودجه تأمین داره میشه، اینها رو تقویت کردن، نگه داشتن برای بحران آفرینی. همه این کشورها که اسم بردم، یمن، عراق، سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که جمهوری اسلامی در اونها فقط و فقط هرج و مرج ایجاد کرده بدون اینکه بتونه کمکی بکنه. برای ادعای امارته نبوده که بخواد کمکی بکنه این کشورها وضع بهتری پیدا کنن. لبنانش رو نگاه کنید، سوریه رو نگاه کنید، عراق میخواد از چنگ نفوذ جمهوری اسلامی خلاصی پیدا کنه. به همین دلیل از نیروهای آمریکایی سالهای قبل البته دعوت کرده بود که بمانند و الان حدود 2500 نیروی نظامی آمریکایی در عراق هستند به درخواست دولت عراق. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با ایجاد کارهای تروریستی، با بکار بردن کارهای تروریستی آمریکا رو وادار میکنه و یا دولت عراق رو وادار بکنه که از آمریکا بخواد از عراق خارج بشه. در که این برای دولت عراق خونه روشن هست که ثبات و بقای دولت
عراق وابسته است به یک نیرویی که نگذاره جمهوری اسلامی مثل همون سالهای اول بعد از سقوط صدام همه چیز زیر کنترل خودش بگیره و حتی دولت عراق رو هم اونها تعیین بکنن. بنابراین این سیاست شکست خورده. امروز هم سیاست بایدن این هست که به جای اینکه به ایران حمله بکنه و بارها اعلام کرده که با ایران در جنگ نیست چون میدونه فایده‌ای نداره از اون طریق وارد جنگ بشه، قصد این کردن این سیاست یا استراتژی کوتاه مدتشون رو بر این اساس گذاشتن که همین نیروهای نیابتی رو بزنن، تضعیف بکنن، خونساشون بکنن. حالا اگر این سیاست یا استراتژی کوتاه مدت آمریکا موفق بشه، جمهوری اسلامی باید برگرده به مشکلات درون ایران که شما اشاره کردید یکی دوتا نیست، بسیار بسیار زیاد است. نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی به حدی است که جمهوری اسلامی میدونه که این بار مردم پای صندوق‌های رأی هم نمیرند و شیوه های مختلفی به کار برده و میبره که مردم رو یا وادار بکنه یا قانع بکنه یا به شیوه هایی که به طرفداران خودش فرصت بده به جای یک بار چندین بار رأی بدن. شما میدونید که رئیس مثلا کمیته برگزاری انتخابات محمد تقی شاهچراغی اعلام کرده که افراد میتونن از طریق ارائه 5 مدرک برخلاف تمام سنت‌های گذشته در انتخابات رأی بدن. یکی شناسنامه‌شونه، گذرنامه‌شونه، گواهینامه رانندگیشونه، کارت ملیشون هست و کارت سربازیشونه. در یکی از این 5 تا رو میتونن ارائه بدن، برن رأی بدن. حالا مشخص نیست که این آدم بره 5 رنج رأی بده با همین شیوه که رو اتخاذ کرده. من فکر کنم هدف هم راته همین هست که اینها رو مثلا زمینه‌ای فراهم بکنن که برن هوادارهایی که براشون مهم هست که این جمهوری اسلامی بمونه و اینا از اون رانت هایی که هست استفاده بکنن یا عقیدتی حال این از این حکومت دفاع بکنن، میرن و در چند جام رای میگن و این میشه شیوه رای گیریشون، به دلیل اینکه کاملا شکست خوردن از اینکه بخوان مردم رو با خودشون همراه بکنن. دکتر آدمداری، جمهوری اسلامی و این گروه هایی رو که در سراسر منطقه داره حمایت میکنه، ازشون اسلحه بهشون میده، پول بهشون میده، بیش از 160 بار به نیروهای امریکایی در جای جای منطقه همین نیروهای نیابتی حمله کردن و آخرین بار 3 سرباز امریکایی رو در خاک اردن به قتل رسوندن که خط قرمز به اصطلاح آقای بایدن بود و امریکا. و علارغم تمام این مسائلی که ما شاهدش هستیم، موشک پراکنی های جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان و پاکستان از اقدامات دیگه بود که جمهوری اسلامی، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی انجام دادن، که پاکستان پاسخ دندان شکنی رو داد به جمهوری اسلامی. و بعد هم خب با ترفندهای آخوندی آمدند و قضیه رو فعلا ساکت کردن. در این مورد نظرتون چیه؟ این کارهای تروریستی داره ادامه پیدا میکنه؟ ببینید آقای اجازی، جمهوری اسلامی میدونه که اگر جنگ همه جانبه در بگیره، یعنی با آمریکا و اسرائیل و برخی از نیروهای کشورهای منطقه که تضادهای عمیق و استراتژیک با جمهوری اسلامی دارند و بخش از اروپا، سرنوشت صدام باید مثلا سرنوشت سران جمهوری اسلامی باشه و به همین دلیل دنبالی نیستن که درگیر یک جنگ تمام عیار با آمریکا یا اسرائیل بشن. باز هم تکرار میکنم، به رغم اینکه سالیان دراز است که جمهوری اسلامی نه از آغاز تا به امروز شعار میدادن که میخوان اسرائیل رو از بین ببرن، نابود بکنن، و الان مشخص شد که این شعارها به دلیل توانی میخواد که جمهوری اسلامی نداره. و از این نظر هم جمهوری اسلامی حیثیت شد در میان پایگاه اجتماعی خوش از دست داده و بارها پایگاه افراد پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی فشار آوردند برای اینکه از جمهوری اسلامی بپرسن که خب چی شد پس این همه شعارهایی که تا به حال داده میشد. ما
مشخص است که وارد عرصه نشدن و نخواهند شد. آمریکا هم که اعلام کرده که وارد جنگ تمام عیار به ایران نخواهد شد، به ایران حمله نخواهد کرد، ولی به نیروهای نیابتیش حمله خواهد کرد. و جمهوری اسلامی یا همین هشت و شبیه عراق این فرصت رو به آمریکا داد با حمله‌ای که به یکی از پایگاه‌های آمریکا در اردن کرد، این فرصت رو به آمریکا داد که آمریکا به اندازه کافی دلیل داشته باشه که به اونها حمله بکنه و فرماندهشون رو ترور بکنه. اسرائیل هم از طرف دیگر فرماندهان حماس و حزب الله رو مورد ضربت قرار داده و جمهوری اسلامی در این موارد هم هیچ اقدامی نکرد و نمیتونه بکنه. بنابراین این جنگ در همین حد محدود باقی مونده و جمهوری اسلامی ناچار هست که از این سیاست مثلا درگیری های خارج از مرز ایران برگرده به درون ایران، به مشکلات ایران رو حل بکنه، به داخل ایران حل بکنه، چون این شعارها نشان داد که بی‌پایه است، پایان این شعاردهی است و جمهوری اسلامی از این به بعد دیگه نمیتونه شعار نابودی اسرائیل رو تکرار بکنه. در داخل هم من فکر میکنم که با توجه به فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی هست، ناتوانی که یک دولت بعد از دولت دیگر به وجود آورد، به خصوص این دولت بی سواد و افراد به نظرم احمقی که در کابینه ها شدن وزیر و چیزی نمیدونند، وضعیت جمهوری اسلامی رو، وضعیت اقتصاد ایران رو به مراتب بدتر از دورهای قبل کرده. قبل از اینکه رئیسی روی کار بیاد داستان ها بافته بودن که تمام این مشکلات به دلیل دولت روحانی است یا دولت های قبلی است و این دو سال و اندی که اینها در قدرت هستند و مجلس کاملا زیر سلطه اصولگرا هاست، اینها نشون دادن که مشکل نه دولت قبلی، مشکل سیستم جمهوری اسلامی است، نظام ولایت فقیه است که برای به اجرا در آوردن سیاست ها، حالا سیاست ها بماند درست است و غلط، افراد شایسته و دانا میخواد که این کار رو بکنن. من یک مشت آدم حزب اللهی اعتقادی که بخوان از طریق اعتقادی و احتمالا بسیج نیروهای شبیه خودشون مشکلات عظیمی که خودشون به وجود آوردن در اون حل بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با جمهوری اسلامی با آینده سیاهی رو بروست. فقط میمونه اینجا که نیروهای اپوزیسیون چگونه بتونن سازماندهی بکنن، چرا که جمهوری اسلامی بخشی بزرگی از نیروشو گذاشته که نگذارین اتفاق بیفته. تنها بخشی که جمهوری اسلامی موفق بوده نیروهای سرکوب است، تربیت و آموزش افراد اوباش است که در خدمت گرفته، بهشون پول میده، موتور مثلا به یکی که در عمرش موتور سیکلت نداشته بهش میده، مانور میده به یکی که در عمرش ماشین بنز سوار نشده، همین کارو میکنه و چون قدرت داره در شهرهای مختلف مناطق دوردست و اینها به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی بدترین رفتار رو با مردم میکنند و این مثل تنها وجهی است که یا تنها زمینی است که جمهوری اسلامی موفق شده انجام بده و اینم به نظر میاد که در نهایت به زیان جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. این سیاست برای یک مملکت 85 میلیونی به جای نخواهد رسید. بالاخره تمام اینها رو که جمع بکنن، تمام نیروهای سرکوبش رو جمع بکنن به چند صد هزار نفر بیشتر نمیرسن و اینها هم بخششون اندک اندک متوجه میشن که راهی که اتخاذ کردن راه غلطی است، باید به مردم بپیوندن، از مردم حمایت بکنن و شیوه های مختلفی که تا به حال از آغاز انقلاب نگاه بکنید، کنترل هم لباس مردم، کروات مردم، موی سر مردم، بعد کنترل ویدیو سالیان دراز خرج کردن، بعد کنترل ماهواره ها با هلیکوپتر برن ماهواره ها رو از پشت اونها بکنن بندازن رو زمین، با بولدیزر برن روش قلتک بندازن روش، امروز هم به روسری چسبیدن یکی بعد از دیگری، جز این که هزینه بیشتری برای مردم ایجاد بکنن کار دیگری نکردن. از این به بعد من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هیچ گونه توان داشته باشه که به نیازمندی‌های جامعه 85 میلیون ایران پاسخ بده. دکتر آدمداری، جالبه که علی خامنه‌ای یکی از صحبت‌هایی رو که در مورد انتخابات و تشویق مردم به انتخابات کرد
گفت که کسانی که به انتخابات رأی ندن در واقع دشمن اسلام هستن. این هم یکی از اون حربه های آخوندی است که او به کار برد، ولی اون هم فکر نمی کنم ثمری داشته باشه. منتها در این وانفسایی که حکومت ناکارآمد، حکومت دزد، حکومت قاتل، حکومت متجاوز و حکومتی که واقعا پلیدی هاش حد و حصر نداره، کسانی رو که در طول سالیان برای پابرجا ماندن این جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی تلاش کردند و جزء تئوریسین ها و بنیانگذاران این رژیم بودن، اونها رو هم داره قربانی میکنه، که آخرین اونها روحانی هست که انتخاب او در مجمع تشخیص نظام رو جلوگیری کردن و اجازه ندادن که در واقع انتخاب بشه. این رو به چه صورت میبینید؟ بله ببینید، فقط روحانی نیست، قبل از روحانی احمدی نژاد، قبل از آن خاتمی، رفسنجانی، اینا همشون صلاحیتشون رد شد. و جالب است این که مثلا روحانی رو گام میکنید این دوره برای مجلس خبرگان کاندیدا شده، 8 سال ریاست جمهوری در اختیاری بوده، در این دومین قدرت نظام جمهوری اسلامی، امروز نمیتونه حتی در انتخابات شرکت بکنه. این معناش این هست که جمهوری اسلامی به سمت و سوی میره که این دایره قدرت رو هر چقدر تنگتر بکنه، که مبادا آدمی مثل روحانی که از روز اول تا به کنون در اختیار و در خدمت جمهوری اسلامی بوده، در سرکوب ها شرکت داشته و باز هم در همین سالهای اخیر که از کسانی بوده که برای جمهوری اسلامی رأی آورده، همین ها رو نادیده میگیرن به خاطر اینکه فکر میکنن که اگر این دایره قدرت رو باز نگه دارن، که حتی آدمی مثل خاتمی و احمد نجاد و بماند با رفسنجانی که بلای سر رفسنجانی بردن و روحانی هم در اون بگنجونند، ممکن است این نظام بقای خودش از دست بده، ثبات خودش از دست بده. خب نه، همش نشانه این است که خودشون هم از درون مطمئن نیستن این نظام با ثبات هست، میتونه دوام پیدا کنه. خودشون هم به این نجه رسیدن که تنها راهش این است که از این مثلا موتور سوارهایی که درست کردن، یه شیوهی که در حال منحصر به جمهوری اسلامی است و با به خدمت گرفتن همون تکنولوژی هایی که از دولت چین گرفتن، مردم کنترل بکنن، چهره خوانی بکنن، ماشین ها رو نمیدونم نشانه گیری بکنن و توقیف بکنن، فقط این چیزا مونده. خب این تا کی میتونه دوام پیدا بکنه با توجه به اینکه هر یک از این سیاست ها و عملیات نارضایتی جامعه رو باز هم بالاتر میبره. به همین دلیل من فکر میکنم جمهوری اسلامی خودش به این نتیجه رسید، الان اپوزیسیون که جای خود داره، که عمر رژیم تموم شده، خود نظام جمهوری اسلامی هم به این نتیجه است که عمر این نظام تموم شده و آخرین دستپاهاش داره میزنه و این شیوه هایی که اتخاذ کرده در جاهای دیگر، در کشورهای دیگر، در دیکتاتوری های دیگر هم تجربه شده، که نمیتونه نجات بخش کشور نظام سیاسی باشه. به حال دیر یا زود، یا از بیرون یا از درون میپاشه. این درون پاشی هم امروز شما میبینید که ریزش نیروها از درون جمهوری اسلامی روز به روز زیادتر داره میشه. دفعه که تا در گذشته با جمهوری اسلامی هماهنگ بودن، هم رأی بودن، هم نظر بودن، به دلیل همین فساد و این شیوه هایی که به کار میبرن و افراد بی سواد و ابلهی رو در رأس قدرت گذاشتن و در رأس همشون رئیسی، ابراهیم رئیسی، به این نتیجه رسیدن که این اوضاع بسیار بسیار نابسامان است و این روند بخواد ادامه پیدا بکنه، اگر اینا بخوان همون شیوه سابق رو به کار ببرن، یعنی در کنار خامنه‌ای ها و بقیهشون قرار بگیرن، قربانی خواهند شد، بنابراین فاصله میگیرن. چون حتی رسانه های جمهوری اسلامی رو تماشا میکنید، تلویزیون رو تماشا میکنید، مصاحبه هایی که یا
مناظره هایی که بین دو طرف انجام میگیره میبینید افراد قابل اعتماد جمهوری اسلامی که هنوزم شغلشون هستن اومدن و جمهوری اسلامی رو به شدت انتقاد میکنن و از فجایعی که اتفاق افتاده دارن حرف میزنن. مثلا سعید لیلاز اقتصاددان و استاد دانشگاه، او داره در یکی از این افشاگری های تلویزیونی اعلام میکنه که در تمام تاریخ پول ایران، چاپ اسکناس در ایران در دوره پهلوی 400 میلیون اگر اشتباه نکنم رقم رو منتشر شد. بله منتشر شد. پول در جریان، پول در جریان. بله. و امروز ایشون اعلام میکنه که به هر دو ساعتی داره این اتفاق میفته. به این معناست که جمهوری اسلامی برای اینکه به مردم بقبولونه که ما بعضمون خوب هست و حقوقها رو مثلا 20%، 10%، 15% بالا ببرن، مجبورن اسکناس چاپ بکنن. او اعلام میکنه که هر دو ساعتی به اندازه تمام طول تاریخ چاپ اسکناس در ایران دارن پول چاپ میکنن. خب 20% به حقوق یا 18% به حقوق کارگران اضافه میکنن و از طرف دیگه 50% قیمت ها میره بالا و بعضی از قیمت ها امروز برای 150% و 200% رفته بالا. شما تم مقایسه بکنید قیمت گوشت و روغن و نیازمندی های دیگر جامعه رو میبینید که وقتی گوشت به 650,000 تومان رسیده، در 10 سال قبل مثلا 50,000 تومان بوده، ولی دقیقا نمیتونم چقدر بوده، ولی این قیمت ها بوده یا به 10 برابر شده. حالا حقوقی که 10 برابر نشده، این چاپ اسکناس هم به این شیوه اگه بخوان 10 برابر چاپ بکنن وحشتناک خواهد بود. به همین دلیل من فکر میکنم اینا به دلیل فساد گسترده و بعضی از افراد فاسد فکر میکنن که دیر متوجه شدن، دست پاچه شدن، یه چیزی بدازن احتمالاً بتونن برن از ایران. اگر اوضاع احوال خراب شد پوری در اختیارشون باشه و با هم یک مسابقه در این فساد و دزدی گذاشتن و همه هم در میدونن در درون حکومت به دلیل اینکه دست همشون آل بوده است به این شیوه عمل دزدی و رانتگیری سکوت میکنند. دکتر علمداری، با این نظریه که گفته میشه تا روزی که علی خامنه ای زنده است نباید منتظر تغییری در ایران باشیم، درون پاشی یا فروپاشی جمهوری اسلامی دور از ذهن به نظر میرسه، شما با این نظریه موافقید؟ و بعد در نبود علی خامنه ای و الان مسئله ای که یکی از معضلاتی که جمهوری اسلامی باش روبروی هست و یا شخص خامنه ای به اصطلاح تعیین جانشین برای او هست که مسئله دو فرزندش مطرح بوده، میثم و مجتبی، که الان گفته میشه با این شرایطی که پیش آمده این دو نفر شانسی ندارن. این خلایی رو که به وجود خواهد آمد در نبودن خامنه ای رو به چه صورت میشه؟ آیا قابل پیشبینی هست؟ ببینید تصور خامنه ای یا خامنه‌ای و اطرافیانش این بود که ایران شبیه سوریه است، که حافظ اسد میتونه پسرش به کار رو بره، یا شبیه کره شمالی است که باز همین کیم جون بیاد روی قدرت، کیم جون اون بیاد روی قدرت، پسر و نوه مثلا بنیانگذار نظام سوسیالیستی یا کمونیستی در کره شمالی. واقعیت نیست که جامعه ایران بسیار بسیار متفاوت است. داینامیسمی که در جامعه ایران هست، رفت آمدی که بین مردم هست در درون و خارج از ایران، سطح و میزان سواد مردم به طور متوسط نگاه بکنید نسبت به این کشورها بسیار متفاوت است. از این گذشته مردم در ایران یک انقلاب رو پشت سر گذاشتن، چند انقلاب رو یا دو انقلاب بزرگ رو، این انقلاب آخر رو با یک انتظاراتی و حکومتی که به قدرت رسید به مردم وعده هایی داد و در عمل مشخص شد که هیچ کدوم از اون وعده های عملی نشده، دروغ بوده همشون، به مردم دروغ گفتن و قبازی کردن و
امروز هم برای اینکه این حقوق بازی رو همجور اعدام بدن روی مردم دارن فشار بیشتر میارن، سرکوب میکنن، اعدام میکنن، زندانی میکنن. این فکرم اشتباهه و محاسبات خامنه ایست. برای اینکه پسرش رو جاش بگذاره با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت از این میشه، حالا خودش هم وقتی به انتخاب کرد و رفسنجانی اینو انتخاب کرد بود اعلام کرد که در حال او شایستگی چنین مقامی نیست. درستم راست نستم درستم میگفت و باید یک مجتهد بزرگی باشه که او نبوده اصلا در اون زمان و اصلا وحشت داشته که بیاد به قدرت برسه و مجتهدین دیگر بخوان از او پیروی بکنن. به همین دلیل وقتی به قدرت برسه برش عنوان تراشیدن. یک گروه اصلا آخونده اومدن او رو مثلا آیت الله عظما نامیدند و بزرگش کردن که باید قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی بگنجه. پسرش نمیتونن این کار رو بکنن دیگه. فکر میکنم ماجرا اینقدر روشن است که کسی که پسرش که تا صحبتش مردم توی تلویزیون رسانه ها ندیدن تا بالون که چگونه را حرف میزن چی میگه اصلا. بنابراین فکر میکنم که مرگ علی خامنه ای نقطه ای است که من فکر میکنم ایران به مرحله جدیدی وارد خواهد شد. و در این مورد میتونم بگم که کشورهای دیگر هم بودن که بعد از مرگ رهبری که سالها در قدرت بوده دوچار برای انتخاب رهبر بعدی دوچار بحران شدن و نتونستن به همون روند و همون شیوه را ادامه بدن. به خصوص جامعه مثل جامعه ایران که جامعه بسیار متفاوت و بسیار با فرهنگ و بازی هست و مردم مطلع زیاد داره و رابطهشون با دیاسپورا در درون و بیرون بسیار گسترده است، رفت آمد همجور وجود داره. حضور این رسانه های مجازی که جوان ها دارن ازش استفاده، همه دارن استفاده می کنند و هر خبری به نیم ساعت هم نمی رسه که تمام مردم مثل کسانی که از امکانات تا کامپیوتر برخوردار هستن ازش مطلع میشن، در این شرایط نمیتونن همون شیوه رو کار ببرن. برای یکی این که جنگ و جدال درون حکومت برای کنترل رهبری بالا خواهد گرفت. یکی از دلایلی که آقای حجازی روحانی رو رد صلاحیت کردن که نره در درون مجلس خبرگان این از که پیشبینی میکنن که او بره اونجا در گذاشتن این کار کرده افشاگری خواهد کرد، در همون حرفا رو خواهد گفت. گایم از نظر مذهبی خامنه‌ای رو مسخره میکرد، گایم از نظر سیاسی مسخرهش میکرد، بی اطلاعی او رو به روخش میکشید. میدونن که او با توجه به شجاعت هایی هم داره و بالاخره رئیس جمهور هم بوده، یه پایگاهی داره، وارد این مجلس خبرگان بشه میتونه اونجا یارگیری هم بکنه و وضعیت رو به نفع به ضرر علی خامنه‌ای تموم بکنه. به همین دلیل جلوشو گرفتن. بله اینا همش فکر میکنم که شیوه هایی است که میتونه خود عقب بندازه مشکلات جمهوری اسلامی رو، نمیتونه برش راه حلی درست بکنه. بله دکتر علمداری، نظرتون راجع به این صحبت هایی که از احمدی نژاد میشنویم، از دکتر زیبا کلام میشنویم که خیلی به خصوص احمدی نژاد در صحبتهایی که میکنه در فضای مجازی پخش میشه ادعاهایی که میکنه حیرت انگیزه که او چقدر خدمت کرده، نمیدونم چقدر آزادی داده به مردم و در بعضی جاها که نتونسته علتش این بوده که مقامات که منظورش علی خامنه ایست جلوی اون رو میگرفته. اینا رو به چه صورت میبینید و اینکه در واقع فکر نمیکنید باز این ترفند آخوندا باشه که یک عده از اینا رو میذارن بیان حرف بزنن که به اصطلاح ادعا بکنن که انتقاد از جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای مانعی نداره و افراد میتونن بیان نظرات انتقادیشون رو مطرح بکنن؟ من البته احمد نژاد رو حرفاش رو با صادق زیبا کلام یکی نمیگیرن، متفاوت هستن. بله بله، احمد نژاد از اینجا در اینجا مانده و از اونجا رانده است.
نه مردمی رو میپذیرن دیگه، نه حکومت جمهوری اسلامی. این بدنی که الان هست رو قبول داره که بخواد باش هنوز با اون مهره بازی بکنه. احمدی‌نژاد تنها شانسی بود براش بود یا هنوزم به نظرم هست این است که بیاد صادقانه به مردم بگه بله در انتخابات دوره دوم تقلب کردند و او رو به کرسی ریاست جمهوری بردن. او متوجه نشد یا متوجه شد و قبول کرد اشتباه کرده و بگه که اطلاعات دقیق روشنی از درون نظام جمهوری اسلامی داری، میخواد در اختیار مردم بگذاره و از مردم بخواد که او رو ببخشن برای کارایی کرده. به مردم هم فکر میکنم که اگر او بیاد کمک بکنه به روند سالمسازی جامعه ایران، حکومت جمهوری اسلامی، و بپذیره که او هم جز خطاکارانی هست، حالا به جایی که در آینده در دادگاهی مورد محاکمه قرار بگیره یا پرسش قرار بگیره، همینجا در محکمه عمومی مردم بیاد اعلام بکنه که بله من خطا کردم و کسان دیگر مسبب بودن، سپاه پاسداران و خامنه‌ای او رو گنده کردن و میخواستن او در قدرت بمونه، از او استفاده کردن، به او ساده لوحی کرد که این کار رو کرده، و الان از مردم پوزش خواهی بکنه و بیاد به مردم کمک بکنه که همین نظام رو کنار بزنن. این تنها شانسی است که برای احمد نژاد باقی مونده. و غیر این صورت هم تو که خدمتتون گفتم او از این طرف رانده است و از اون طرف مانده، نه جمهوری اسلامی رو میپذیره نه مردم رو میپذیرند. بله، بعد در مورد زیبا کلام چیه نظرتون؟ زیبا کلام من فکر میکنم که خودش متحول شده. شما دوره زندگیش مرور بکنید، در آغاز انقلاب هم به همون فالانش ها مثل بقیه فالانش های جمهوری اسلامی مدافع همون سیاست ها بود و دفاع میکرد. خب آدم اهل مطالعه تحصیل کرده، خارج، پیشیش از خارج گرفته، در لندن گرفته و استاد دانشگاه است، بوده، اهل تحقیق و مطالعه و بررسی است. این نجرسته که نمیشه همه حقایق رو پنهان کرد و بخشی از اطلاعاتی که او داره حتی فراتر از اطلاعات من و شما و مردم عادی است. او با آدم های درون حکومت در ارتباط هست، او با کسانی که وزیر بودند، نماینده مجلس بودند، رفت آمد داره، اقوامش هستند و خب یک چتر حفاظتی هم داره به دلیل همین ارتباطاتی که بین او و افراد دیگری که هنوز وابستگی جمهوری اسلامی دارن وجود داره و میتونه این حرفا رو بزنه و از طرف دیگر وجدان اجتماعی یا وجدان شخصی است، به هر کسی فشار میاره که بتونه یک کاری بکنه. من و شما که دارید اینجا داریم این کارا رو میکنیم یا خودمون رو محروم کردیم از اینکه بتونیم از یک زندگی عادی که بتونیم به من بکنه خودتون برگردیم یک کار به صلاح عادی داشته باشیم، محروم کردیم عملا به خاطر نظام جمهوری اسلامی که حاکم است و هیچ مخالف و منتقدی رو تحمل نمی کنه. فکر میکنم که وظیفه وجدانی است که من و شما رو وادار میکنه که در تمام این طول زندگیمون در کنار شغلمون، در کنار کارهای دیگری که داشتیم، بتونیم به افشاگری و همینطور آگاهی رسانی، انتقال خبر و اینا کمک بکنیم. من فکر کنم زیبا کلام هم جزء این گروه هست، منتها آدمی است بالاخره معصبی است، بخشی از همینطور که اشاره کردم از وابستگانش در نظام هنوز هستند، ملاحظات اونم میکنه و دنبال انقلاب هم نیست. سبت من هم دنبال انقلاب خونی نیستم، انقلاب قهری نیستم، منتقدم که گنت انقلاب باید بشه که سیستم جا به جا بشه. در کشورهای اروپا و شرقی و آمریکای لاتین در دههای گذشته سیستم ها جا به جا شدن، انقلاب شدن، مدن سیستم گذشته دیکتاتوری ها کنار رفتن، سیستم های نیمه دموکراتیک اومدن رو کار، برای انقلاب خونی انجام نگرفت. من فکر کنم در ایران میتونیم روان انجام بگیره. البته هیچ کس نمیدونه، انقلاب رو نمیشه پیش بینی کرد، ممکن انقلاب قهری هم اتفاق بیفته و به خصوص مردم خشمی که از جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی و به خصوص آخوندها دارند، ممکن است رفتار خیلی از گروه های سیاسی و افراد در جامعه قابل کنترل نباشه و اینا بخوان دست به تلافی بزنن. اینا امکانش هست که اتفاق بیفته، ولی اگر بخوان محاسبه بکنیم و بگیم که منافع ایران چگونه در دراز مدت تأمین میشه بدون که نهادهای جامعه به هم بریزه و جنگ داخلی اصلا اتفاق بیفته یا وضعیت
عراق و نمیدونم افغانستان دارن تکرار بشه، این بدونی که بخوام این کار این سمت سو بریم، چه روشی میتونه به ما کمک بکنه؟ به نظرم بهترین روش این است که به جمهوری اسلامی فشار آورده بشه و برن کنار و به اون بخشی از حکومتگران کنونی فشار وارد بشه که بس دیگه، رها بکنید و بیان سمت مردم و اجازه ندید که روند موجود به سمت سوی حرکت بکنه که مردم هیچ راهی دیگه نشناسن جز که مسلح بشن. خب من فکرم اون راه درست نیست و خطرناکم هست و اگر اتفاقات بیفته بخشش همین کسانی هستن که در جمهوری اسلامی به این آگاهی رسیدن که این نظام دیگه برای بقایش هیچ گونه پای و اساسی وجود نداره، ولی هنوز دارن اصرار میکنن و هنوز دارن حق بازی میکنن، هنوز دارن صحنه سازی میکنن، اینا مسئول هستن. حالا گذشته از اون کسایی که دست به جرم جنایت زدن که جای خود داره. دکتر علمداری، نزدیک 2 دقیقه وقت داریم. شرایط اسفباری رو که در نوار غزه داره میگذره، میدونم فرصت کافی نیست، ولی کلن به چه گونه میبینید و بیش از 27,000 نزدیک 28,000 نفر از فلسطینی های مقیم این زندان سرباز که این محدودهی که همواره به صورت یک زندانی بود که فقط سقف نداشت، امروز با فجایعی اونجا روبرو هستیم که واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره. چه میبینید؟ من همیشه فلسطین رو، مردم فلسطین رو از حماس جدا کردم. حماس دست به جنایت زد و میبایست برای این جنایتش مجازات بشه، ولی واقعیت نیست که امروز اسرائیل داره مردم فلسطین رو، مردم غزه رو مجازات میکنه و این قابل قبول نیست. آمریکا متاسفانه از همین سیاست دفاع کرد، مسافرت چند باره بایدن و 5 باره بلینکن وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل و منطقه، البته یک نوع حمایت از اسرائیل و شیوه های سرکوبگرانه و خشن علیه مردم فلسطین بود، محکوم است و بسیار زیان دید حکومت بایدن در این زمینه. آینده خودش رو به خطر انداخته، توجه نکرد که نتانیاهو هم دنبال شکست بایدن هست، او طرفدار ترامپ هست و دنبال شکست بایدن هست و بایدن به این دام افتاد که من فکر کنم عملا به اینجا رسیده که بخش زیادی از حامیان خوش از دست در آمریکا از دست بده. آقای دکتر علمداری، بی‌نهایت از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم، از بینندگانی که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه سپاسگزارم و تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.